و هم در واقع حواشی مربوط به ثبت نام، آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری. اما نخست نگاهی داریم به سرخط خبرها از خبرگزاری رویترز. پس از پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری، کلودیا شیندبام نخستین رئیس جمهور زن مکزیک خواهد شد. این دانشمند اقلیم شناس وعده داده که کار رئیس جمهور فعلی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور را ادامه خواهد داد. هانتر بایدن فرزند جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اتهام نقض قوانین خرید اسلحه به دادگاه می رود. این دادگاه به فاصله چند روز پس از محکومیت دونالد ترامپ در دادگاه دیگری تشکیل می شود. دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری از به جمهوری خواه به شبکه اجتماعی تیک تاک پیوسته. این تصمیم می تواند به تلاش او برای جذب مخاطبان جوان در تلاش‌های انتخاباتیش کمک کند. رئیس مجلس گرجستان با توشیح مصوبه موسوم به عوامل بیگانه آن را به قانون تبدیل کرده. تصویب این قانون به بحرانی سیاسی در داخل کشور تبدیل شده و انتقاد متحدان غربی را در پی داشته. کره جنوبی قصد دارد یک توافق نظامی با کره شمالی را به حالت تعلیق درآورد. و هشدار داده که به بالون‌های حامل زباله که توسط پیونگیانگ به سمت جنوب ارسال می‌شوند واکنش جدی خواهد داشت. همونطور که بینندگان احتمالاً در جریان هستند، جمهوری خلق چین بار دیگر با صدور بیانیه مشترکی با اتحاد با در واقع امارات متحده عربی خواستار حل و فصل مسئله مالکیت جزایر سگانه ایرانی در مجامع بین المللی بین ایران و امارات شده، که خب این برخلاف در واقع اون مناسبات راهبردی هستش که تهران مدعی با چین داره. در پی این اقدام تحریک‌آمیز جمهوری خلق چین، تهران سفیر چین رو روز یکشنبه به وزارت امور خارجه فرا خوند. اما علارغم اعتراض رسمی ایران، رویتر ساعتی پیش خبر داد که وزارت خارجه چین بر موضع خودش در رابطه با این جزایر تأکید کرده. گزارش رویترز رو به اتفاق می‌بینیم. رویترز می‌نویسد چین با وجود خشم تهران از پکن به دلیل اصرارات بی‌اساس این کشور در خصوص جزایر سگانه ایرانی، روز دوشنبه مجدداً بر موضع خود تأکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه بار دیگر از ایران و امارات خواست تا اختلافات خود را از طریق گفتگو رایزنی حل کنند و مواضع چین در این مورد را موضعی ثابت توصیف کرد. در ادامه این مطلب آمده، چین هفته گذشته در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کرد. جزایر مورد ادعای امارات از سال 1971 پس از پایان اشغال این جزایر توسط نیروهای انگلیسی و خروج آنها از خلیج فارس مجدداً در اختیار ایران قرار گرفت. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه سفیر چین در ایران را در اعتراض به حمایت مکرر چین از ادعاهای بی‌اساس امارات احضار و به وی اعلام کرد که با توجه به همکاری راهبردی تهران و پکن انتظار می‌رود که دولت چین موضع خود را در این زمینه بازبینی کند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه بار دیگر از ایران و امارات خواست تا اختلافات خود را از طریق گفتگو و رایزنی حل کنند و مواضع چین در این مورد را موضعی ثابت توصیف کرد. ماونینگ در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعتراض ایران به این موضع چین گفت محتوای مربوطه در بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی با موضع چین مطابقت دارد. چین در دسامبر 2022 نیز با صدور بیانیه مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با نادیده گرفتن تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی خواستار تلاش برای حل و فصل موضوع جزایر سگانه شده بود. خب اون دوستانی که خیلی علاقمند به در واقع همپیمانی تنگاتنگ تر تهران و پکن هستن، از جمله دریاداش همخانی تحویل بگیرن که معترض بودن نسبت به امضای قرارداد توسعه بندر چابهار توسط هند. این هم دوست عزیز و گرانقدر شما پکن. و اما در رابطه با این طرح صلحی که الان یا طرح آتش بسی که الان دو روز آقای بایدن و مقامات آمریکایی دارن راجع به صحبت میکنن، خیلی
صحبت های زد و نقیض مطرح شده است. از سوی آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که اون طرحی که آقای بایدن مطرح کرده جامعیت نداره و در واقع یه مواردش هستش که مطرح نشده. این در حالیه که آقای بایدن گفته بود این اصلا طرح اسرائیل. از سوی دیگه آقای سیموتریچ و بنگویر دو وزیر امنیتی بسیار رادیکال و افراطی و نژادپرست آقای نتانیاهو اعلام کردند که در صورت پذیرش این طرح استعفا خواهند داد. علی حال امروز آقای بایدن با امیر قطر آقای آل ثانی مکالمه تلفنی داشته در این رابطه که من میتونم بگم فقط به ابهامات افسوده. متن این مکالمه تلفنی رو کاخ سفید منتشر کرده که من براتون ترجمه کردم. رئیس جمهور بایدن امروز با امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی از قطر صحبت کرد. آنها تایید کردند که آتش بس جامع و توافق آزادی گروگان ها که اکنون روی میز است یک نقشه راه مشخص برای پایان دادن به بحران غزه ارائه می کند. رئیس جمهور تایید کرد که اسرائیل برای پیشبرد شرایطی که اکنون به حماس پیشنهاد شده آماده است. رئیس جمهور تاکید کرد که این بهترین فرصت ممکن برای توافق است و امتناع مداوم حماس از آزادی گروگان ها تنها درگیری را طولانی تر می کند و امداد رسانی به مردم غزه جلوگیری می کند. رئیس جمهور تایید کرد که ایالات متحده به همراه مصر و قطر برای اطمینان از اجرای کامل کل توافق تلاش خواهند کرد. او از امیر تمیم خواست تا از تمام اقدامات لازم برای تضمین پذیرش توافق توسط حماس استفاده کند و تاکید کرد که حماس اکنون تنها مانع برای آتش بس کامل و کمک به مردم غزه است. رئیس جمهور از امیر و تیم ارشدش به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای آزادی همه گروگان‌هایی که در غزه نگهداری می‌شوند تشکر کرد و موافقت کرد که در روزهای آینده به هماهنگی تنگاتنگ ادامه دهند. مجله خبری هدلاین رو با اخبار ایران پی میگیریم. بر اساس گزارش ایلنا به واسطه تغییری که در نرخ تخصیص ارز به وارد کنندگان شکر و حبوبات رخ داده، فقط شکر در این تغییر نرخ 42% افزایش قیمت در داخل کشور خواهد داشت. گزارش ایلنا رو میبینیم. حسین فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تغییرات تخصیص ارز به واردات شکر و حبوبات توضیح داد و گفت ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای که در اردیبهشت سال جاری در وزارت صمت برگزار شد منبع تامین ارز واردات شکر را تغییر داد و ابلاغ کرد که شکر با ارز تالار دوم که 42200 تومان قیمت دارد وارد شود. علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده شکر هم از 1% به 10% افزایش پیدا می کند. به افزود قیمت مصوب شکری که با ارز تالار اول با نرخ 28500 تومانی وارد می شد و به دست مصرف کننده می رسید هر کیلو 28500 تومان بود و حالا شکر با ارز تالار دوم وارد می شود و ارزش افزوده آن نیز افزایش یافته. قیمت مصوب شکر به 42500 تومان در هر کیلو به صورت فله افزایش یافته و همچنین قیمت شکر بسته‌بندی شده یک کیلویی 49500 تومان است. این قیمت‌ها را سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده است. سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای شکر حاشیه سود این کالا برای عرضه کننده حدود 10% تعیین شده و در این قیمت سود بنکدار و خرده فروش در نظر گرفته نشده و این اتفاق سبب می شود شکر حتی بالاتر از قیمت مصوب هم فروخته شود. وی در ادامه درباره تغییرات تخصیص ارز به واردات حبوبات در سال جاری گفت ارز مختص به واردات حبوبات هم از تالار اول یعنی 28500 تومانی به تالار دوم یعنی 42200 تومانی تغییر کرده اما هنوز بخشنامه آن اعلام نشده. فرهادی تصریح کرد حبوباتی که اکنون در بازار موجودند همه با ارز تالار اول یعنی 28500 تومانی وارد شده و باید با قیمت‌های پیشین به دست مصرف کننده می‌رسیدند. با این حال تمام وارد کنندگان حبوبات اقلامی را که با ارز تالار اول وارد کرده بودند را با قیمت ارز تالار دوم دارند فاکتور می‌کنند. پس اگر ما واقعا سهم بنکدار و خرده فروش رو اضافه بکنیم این 42% تمیز 50% افزایش قیمت رو شامل خواهد شد.
و ما در آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران خیل عظیمی یا سیل بنیانکنی از مقامات سابق، نمایندگان سابق، نمیدونم وزرا و امثال هم به وزارت کشور رفتند برای ثبت نام. یک اینفوگرافی رو خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، یه مقداری اطلاعات تفکیکی داره. از 80 نفری که در کل اسنادشون پذیرفته شده توسط وزارت کشور، 43 نفرشون نمایندگان ادوار یا سابق مجلسند، 3 نفرشون وزیر دولت فعلی هستند، 13 نفرشون وزرای دولت‌های سابقند، 1 نفر رئیس مجلس سابقه، 1 نفر رئیس مجلس فعلیه که حالا به ایشون میپردازیم، و 1 نفر هم رئیس جمهور سابقه که همون آقای احمدی نژاد هستش. خبرگزاری ایسنا از روز آخر ثبت نام ها گزارشی تهیه کرده که من گزارشاشو با هم ترکیب کردم، یه خلاصه ای ازش در آوردم. الیاس نادران نماینده مردم تهران در دوره های 7، 8، 9 و 11 مجلس شورای اسلامی و حسن صبحانی اقتصاددان و نماینده مردم دامغان در دوره های 5، 6 و 7 مجلس شورای اسلامی نخستین ثبت نام کنندگان امروز دوشنبه 14 خرداد در ستاد انتخابات کشور بودند. حسن کامران دستجردی نماینده سابق مردم اصفهان در 6 دوره مختلف مجلس شورای اسلامی هم با حضور در ستاد انتخابات کشور خود را کاندید ریاست جمهوری معرفی کرد. او سخت کوشی را شعار دولت خود انتخاب کرد. سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در دوره 10 مجلس، علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجد سلیمان در دوره 11 مجلس و حمید کریمی نماینده مردم ایلام در مجلس 4 شورای اسلامی از این جمله داوطلبان بودند. محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم و استاندار سابق استان قم هم صبح امروز به ستاد انتخابات کشور آمد و برای ریاست جمهوری کاندید شد. سید حمید زرآبادی نماینده مردم قزوین در دوره 10 مجلس شورای اسلامی دومین زن است که در طول 5 روز گذشته با حضور در ستاد انتخابات کشور خود را کاندید ریاست جمهوری معرفی کرد. او ابراز امیدواری کرد که روزی یک زن رئیس جمهور کشور شود. حجت الاسلام احمد اکبری مدرس حوزه علمیه قم هم صبح امروز خود را کاندید انتخابات ریاست جمهوری کرد. علی آذری نماینده مردم قوچان در دوره‌های 11 و 12 مجلس، محمد رضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت 10، اردشیر مطهری نماینده مردم سمنان در دوره 11 مجلس و وحید جلالزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس 11 هم به مرور با حضور در ستاد انتخابات کشور کاندید 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. این کاندیداها خود را برآمده از بطن مردم می‌دانند و بر آشنا بودنشان با کارهای اجرایی تأکید می‌کنند. اسحاق جهانگیری هم در ساعات پایانی نیمروز 5 خود به وزارت کشور آمد و داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد. او معاون اول رئیس جمهوری در دولت‌های 11 و 12 بود. او همچنین نماینده مردم جیرفت در چند دوره ابتدایی آغاز به کار مجلس بود که یک بار سال 1396 نامزد انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری شد، اما در روزهای پایانی به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد. محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد آذربایجان شرقی در دوره 10 مجلس شورای اسلامی هم پیش از ظهر امروز داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد. سردار رویانیان فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه معتقد به دولت پاسخگوست در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد. محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار هم کاندید ریاست جمهوری 14 شد. او قصد دارد دولت نخبگان را تشکیل دهد. علی افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی هم که به اقداماتی بیش از سفرهای استانی دولت برای ایجاد شرایطی مناسبتر از گذشته معتقد است، بعد از ظهر امروز به وزارت کشور آمد. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم بعد از ظهر امروز راه خیابان فاطمی کشور را در پیش گرفت و برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و وزیر سابق کشور هم به ستاد انتخابات رسید و ثبت نام کرد. محمد باقر قالیباف هم بعد از ظهر آخرین روز ثبت نام ها به وزارت کشور آمد و کاندید شد. او که حالا رئیس مجلس شورای اسلامی است، فرماندهی سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ بوده.
قالیباف تاکنون سه بار تجربه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را داشته. او سال 1384 و در دوره نهم نفر چهارم شد و در سال 92 و در دوره 11 نفر دوم شد و در سال 1396 و در دوران 12 به نفع شهید ابراهیم رئیسی کنارگیری کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی هم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور آمد. او مهمترین علت حضورش را رفع تحریم ها عنوان کرد. مهرداد بزرگاش وزیر راه و شهرسازی دولت 13 هم داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری شد. او دولتش را پیشرفت ایران نامیده است. امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید هم اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را کرد. سید سلط مرتضوی وزیر تعاون و کار دولت 13 هم وارد عرصه رقابت شد و برای ریاست جمهوری 14 ثبت نام کرد. علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل هم برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. با پایان فعالیت ستاد انتخابات و بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت اعضای ثبت نام شده در این دوران از انتخابات توسط شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها از 23 خرداد آغاز و تا 7 تیر ادامه خواهد داشت و 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه 1403 در سراسر کشور برگزار می شود. اما از همه مجموعه عجیب غریبی که ثبت نام کردن، خب نزدیکترین یا شبیهترین با آقای دکتر رئیسی آقای پور محمدیه که خودش هم عضو، یعنی شباهتی که داره اینه که همه هر دوشون عضو اون کمیسیون مرگ سال 67 بودن که مسئول صدور احکام اعدام سریع بودن برای زندانیان سیاسی سر موزه. ولی عجیبترینشون آقای سردار قالیبافه. آقای قالیباف هنوز یک هفته نیستش که بنا به اشاره تلویحی آقای خامنه ای به اصلح بودن ایشون در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس مجدداً انتخاب شده، با وجود اینکه تمام پیشبینی ها یکی از این بود که نمیتونه ریاست رو به دست بیاره و به همه اونهایی هم که در کمپین ریاست مجلس باش همکاری کردن وعده داده بود که من به هیچ عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نمیشم. یک شعار اینا دارن تحت عنوان این که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. و یکی از خبرنگاران درون مرزی این اقدام امروز آقای قالیباف رو گذاشته در مقابل صحبتهای کمی اخیراً آقای خامنه‌ای با نمایندگان مجلس کرده. من این عنوانش رو گذاشتم نصایح خامنه‌ای و یاسینی که به گوش برخی از جانوران خوانده شده. با هم می‌بینیم. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس میشه نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرایی رو در سر خودش ببربرونه که وزیر بشه، مدیر بشه، فلان بشه. نه آقا، این وظیفه نمایندگی بسیار مهمه. اگر برای خدا انسان کار بکنه و درست کار بکنه از وظایف اجرایی اهمیتش بیشتره، یا لااقل در مواردی به قدر اونها اهمیت داره. اینجور نباشه که ما تا وارد مجلس شدیم به فکر بیافتیم خب حالا چی کار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پسته. اینا آسیب هاست. از این قبیل آسیب‌ها داره مجلس. بله، ظاهراً سردار قالیباف نصایح رهبری رو حواله کرده و به هر حال به تشنگی قدرت ادامه داده. اما برخلاف آقای قالیباف، کاندیداتوری یک بانو امروز در وزارت کشور به نظر من خیلی جالب بود و در واقع در ذات خودش یک بیانیه بود. خانم حمیده زرآبادی که نماینده دوره دهم مجلس ایران بوده، امروز بدون چادر، میدونید اینا میرن ثبت نام میکنن، اینجا همه یه چادر میپیچن، بدون چادر با مانتو روسری در واقع وزارت کشور حاضر شده. در سخنرانیش انتقاد که البته تقدیر کرده از خانم مرحوم خانم طالقانی که
و خانم زهرا شجاعی که اساساً با قید رجل سیاسی که ظاهراً به این معناست که باید یه مرد سیاسی باشه رئیس جمهور، اونها خیلی مخالفت، خیلی اعتراض کردن، خیلی کمپین کردن، از اونها تقدیر کرده و در اقدامی واقعا شجاعانه گفته که یکی از اهداف دولتش آزادی زندانیان سیاسیه. من مطمئنم این خانم رد صلاحیت میشه، ولی به خاطر شجاعتش این بخش از صحبتاش و این اساسا حضورش رو انتخاب کردم که به اتفاق ببینیم. خانم به ازتون رجال مسئول میشین؟ نماینده؟ از این مجلس دهم. خانم به یه دور نماینده بگیم؟ یه لحظه بگیم بچه هم اکس بگیم. و نمیدارم دام به خاطره برخواه خانم سالاخانی و سرخواه خانم شجاعی که تلاش‌های مستمری داشتن برای اینکه کشورهای نگهبان تفسیری از رژیم سیاسی داشته باشه. و روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمین هم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کرده. بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئولیت اصلی خود. مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختاری و حکمرانی مسلمان، آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهادهای سنفی، آزادی زندانیان سیاسی و جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در جان و وطن دارند، پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی. شایسته با هر گرایش، قومیت و طبقه اجتماعی که دارای این شاخص‌ها باشند، تعهد، تخصص، شجاعت، شفافیت همه جانبه، اراده به توسعه ایران عزیز و اولویت بخشیدن به منافع ملی انتخاب خواهد شد. و گزارش پایانی امشب ما اختصاص داره به اون دو قطبی که ممکنه اگر آقای لاریجانی تایید صلاحیت بشه بین ایشون و آقای جلیلی رخ بده در این انتخابات که مهمترین دو قطبی خواهد بود. به اتفاق میبینیم حل مسئله تحریم ها برای گشایش اقتصادی جزء اولویت های دیپلماسی خواهد بود. ابرقدرتی که رسماً به دنبال فشار حداکثری بر مردم ایران بود، خودش اعتراف کرد از مردم ایران. چطور رهبری موافق بود ولی آقای جلال دیگه حالا اوناش دیگه جزئیاتیست، گفتم اون اسناد اگر منتشر بشه خیلی از این پاسخ‌ها رو میده. به گفته بسیاری از کارشناسان، جلیلی عرصه مذاکرات را با محفل وعظ و نصیحت اشتباه گرفته بود، تا جایی که حتی علی اکبر ولایتی در مناظره‌های سال 92 نیز به این موضوع اشاره کرد. ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود اونا محکوم شدن. اما نقطه عطفی در حیات سیاسی لاریجانی محسوب می شود. یکی از اصلی ترین برنامه های روحانی حل و فصل مناقشات هسته‌ای بود. او آمده بود تا سایه تحریم ها را از سر کشور رفع کند تا متعاقبش اقتصاد داخلی هم رونق بگیرد. دقیقا همان موضوعی که لاریجانی هم باب میلش بود. چون این قرابت فکری باعث شد که لاریجانی در مقام رئیس مجلس حامی سیاست خارجی دولت باشد. از این مقطع بود که اصولگرایان رادیکال یا حامیان جلیلی به صورت علنی در برابر لاریجانی سفارایی کردند، به ویژه در مجلس. شما یه نماینده آقای کاتب هم یه نماینده، حرفتون درست نیست، تذکرتون هم وارد نیست. با امضای برجام تقابل آنها با لاریجانی در مجلس به اوج خود رسید و روزی نبود که پایداری ها در مجلس علیه لاریجانی فضا سازی نکن. رئیس محترم مجلس توافقنامه‌ای که طبق اصل 77 و 125 نیاز به رأی مجلس داره رو با قرارداد 598 مقایسه میکنن. قرارداد 598 بحث صلح و جنگ بود که طبق اصل 110 عهده رهبریه. جواب جامع زهر به کسی بدیم که 598 در این مقطع بود که لاریجانی مورد اقبال. با سپاس از شما که بیننده ما بودید، همچنین از شون که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن، جناب تابش و بانو نیک نژاد در یوتیوب. تا فردا که باز در خدمت شما باشیم، بدرود و ایام بکام.